در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از آغاز به کار نشست تجاری اروپا و ایران، یورش معترضان ارمنی به یک ساختمان دولتی در ایروان، محکومیت رئیس جمهور پیشین فرانسه به فساد و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 12 اسفند شمار مبتلایان کووید 19 در جهان از مرز 115 میلیون نفر عبور کرد و تعداد کل قربانیان به بیش از 2 میلیون و 550 هزار نفر رسید. تاکنون حدود 91 میلیون نفر نیز از کرونا بهبود یافتند. تعداد مبتلایان و فوتی‌های روزانه بریتانیا در روز دوشنبه به کمترین میزان خود طی 5 ماه اخیر رسید. اتحادیه اروپا قصد دارد لایحه‌ای ارائه دهد که در صورت تبدیل شدن به قانون، همراه داشتن یک پاسپورت واکسیناسیون دیجیتال برای ورود به تمام کشورهای عضو این اتحادیه الزامی خواهد شد. از سوی دیگر، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند دونالد ترامپ و همسرش در ماه ژانویه و پیش از ترک کاخ سفید به شکل پنهانی و به دور از چشم رسانه‌ها واکسن کرونا دریافت کرده بودند. از سوی دیگر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا هشدار داده بروز موج چهارم کرونا پیش از واکسینه شدن اکثریت جمعیت این کشور دور از انتظار نیست. در سوی دیگر جهان نارندرا مودی نخست وزیر هند واکسن کرونا بومی این کشور را دریافت کرد. آغاز به کار نشست تجاری اروپا و ایران. نشست تجاری سه روزه اروپا و ایران روز دوشنبه به طور مجازی آغاز به کار کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ارسال پیامی به این نشست مجازی ضمن اعلام علاقمندی شرکت‌های اروپایی برای تجارت با ایران از ادامه تلاش‌های این اتحادیه برای بازگرداندن آمریکا به برجام خبر داد. در ادامه تحولات پیرامون برجام، کشورهای اروپایی عضو توافق هسته‌ای با وجود هشدارهای ایران و روسیه تلاش کرده‌اند از طرح آمریکا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه علیه ایران حمایت کنند. این قطعنامه به منظور محکومیت تعلیق بازرسی‌های آژانس توسط ایران در شورای حکام به رأی گذاشته خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این خبر گفته کشورهای اروپایی حرکت غلطی را با حمایت از آمریکا در شورای حکام آغاز کرده‌اند که باعث به هم ریختن شرایط خواهد شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره احتمال صدور قطعنامه علیه ایران گفت صدور قطعنامه در حوزه اختیارات کشورهای عضو است، ولی اعضا تمایل دارند گفتگوهای سازنده‌ای داشته باشند و اقدامات آژانس را حفظ کنند. اگنس واندرمول سخنگوی وزارت خارجه فرانسه هم ضمن ابراز تأسف از تصمیم ایران مبنی بر رد پیشنهاد اتحادیه اروپا برای شرکت در مذاکرات غیررسمی هسته‌ای با حضور آمریکا از ادامه تلاش فرانسه برای خروج از بن‌بست خبر داد. یورش معترضان ارمنی به یک ساختمان دولتی در ایروان. معترضان ارمنی روز دوشنبه به یک ساختمان دولتی در ایروان هجوم بردند و بار دیگر خواستار استعفای نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور شدند. معترضان معتقدند خون بسیاری از هموطنانشان در طول جنگ قره‌باغ که در پایان با امتیازهای زیادی برای جمهوری آذربایجان همراه بود به هدر رفته است. نخست وزیر ارمنستان گفته در صورت موافقت مخالفان آماده برگزاری انتخابات زودهنگام است. محکومیت رئیس جمهور پیشین فرانسه به فساد. دادگاهی در فرانسه نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین این کشور را به علت تلاش برای رشوه دادن به یک قاضی و اعمال نفوذ مجرم شناخت. در حکم صادر شده سارکوزی به 3 سال حبس محکوم شده که 2 سال آن تعلیق می شود. تلاش نمایندگان اروپا برای جلوگیری از الحاق کرانه باختری به اسرائیل. بیش از 400 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا از رهبران این اتحادیه خواستند با استفاده از فرصت ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا از الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی جلوگیری کنند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته کشورش با هر گونه اقدام اسرائیل که راهکار دو کشوری را پیچیده‌تر کند مخالف است.
در ادامه تحولات سیاسی اسرائیل، سفیر امارات متحده عربی در سرزمین‌های اشغالی روز دوشنبه در نخستین سفر رسمی خود وارد تل‌آویو شد. طرح دو اتهام جدید علیه آنگ سان سوچی. همزمان با ادامه تنش‌ها در میانمار، آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار که پس از کودتای ارتش این کشور در زندان به سر می‌برد، با دو اتهام جدید روبرو شده است. یکی از اتهامات جدید خانم سوچی تشویق به ناآرامی اعلام شده است. در این میان و پس از خونین ترین روز تظاهرات در میانمار، معترضان ضد کودتا بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. طبق اعلام سازمان ملل، روز یکشنبه دست کم 18 نفر در میانمار به دست ماموران ضد شورش کشته شدند. ادامه تظاهرات در عراق. معترضان عراقی در تظاهرات شبانه در استان ذی‌قار بار دیگر خواستار برکناری مقامات محلی، مجازات عاملان قتل تعدادی از معترضان و تشکیل دولت محلی جدید شدند. همچنین تظاهرات دیگری در چند شهر عراق از جمله بغداد در حمایت از تظاهرات استان ذی‌قار برگزار شده است. از سوی دیگر پلیس عراق از کشته شدن دو غیر نظامی در استان دیالی به دست افراد مسلح خبر داده است. پلیس داعش را به انجام این حمله متهم کرده، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.